با سلام بر شما و بیننده های محترم تلویزیون آشیانه و کانال آشیانه، امیدوارم که حال شما خوب باشه و تمام لحظات شما بر محور الطاف الهی و توجهات خاص آقای امام زمان باشه انشالله و ایام هم بر وفق مراد شما بگذرن. اما در سه خصوص و در پیرامون سه سوال در خدمت شما هستیم و موضوعاتی که بر ما داده شده انشالله چند دقیقه کوتاه با شما صحبت میکنیم. سوال اولی بودن که ماهیت زیارت عاشورا چیست؟ در این خصوص ماهیت زیارت اربعین باید گفت که اربعین آنگونه که از طریق جابر بن عبدالله انصاری و از طریق امام حسن عسکری که در متون و منابع حدیثی و روایی وارد شده است و به دست ما رسیده است، ماهیت و حقیقت و محتوای بلند معرفتی داره که در واقع جهت امام حسین، حرکت امام حسین و از آن طرف هم پیامدهای حرکت و نهضت امام حسین را به نمایش میگذاره که امام حسین چرا مدینه را ترک کرد آمد مکه و چرا مکه را ترک کرد آمد کربلا و وقتی که در کربلا آمد چه اهداف داشت و وقتی که نهضت ارزشی و تربیتی را راه اندازی کرد، در واقع این پیام را به نمایش میگذاره که نسل تاریخ و انسانهای بعد از قرنها امام حسین را بشناسد و بفهمد که امام حسین چرا و چگونه قیام کرد. ماهیت زیارت اربعین همین هدف حرکت ارزشی امام حسین را به نمایش میگذارد. و اما سوال دوم که رفتن زائران امام حسین به طرف کربلا مشتاقانه هست یا مجبورانه؟ در این خصوص باید گفت که وقتی که زائران امام حسین از تمام نقاط عالم، از تمام زوایا و جغرافیای طبیعی میآید، یک مرکز را به عنوان مرکز علاقمندی خود قرار میدهد که کربلا باشد، این آمدن ها، این طی طریق ها و این جهت ها همگی مشتاقانه هست، چرا که به اساس همون روایتی که از زبان دراربار پیامبر گرامی اسلام وارد شده است که این فی قلوب المؤمنین حرارتا که درباره امام حسین هست که در قلب های مؤمنین یاد و نام امام حسین آتشی و حرارتی ایجاد کرده که هیچگاهی خاموشی ندارد، لن تبرد ابدا، این نفی ابد میکنه. به اساس همین آیت، به اساس همین روایت فهمیده میشه که زیارت اربعین مشتاقانه هست نه مجبورانه. اگر مجبورانه می بودی این همه زائران که تقریبا در این سالهای اخیر از میلیون ها زائر هم میگذرد، دلیلش این است که این حرکت ها و این تجمعات مشتاقانه هست. اگر مجبورانه می بودی این همه تجمعات و این همه گرد همایه های باشکوه و پرخروش صورت نمی گرفت. سوال سوم که پیام معرفتی، پیامت ها و نتایج معرفتی زیارت اربعین و کربلا چیست؟ در این خصوص پیامت های زیاده هست. واقعا وقتی که آدم به عظمت این گرد همایی ها، به محتوای بلند و معرفتی زیارت اربعین و خود واقعی کربلا، وقتی آدم توجه بکنه، تمرکز بکنه، میبینه که علاوه بر پیام های معرفتی، پیام های سیاسی، پیام های فرهنگی، حتی پیام های اقتصادی را هم به نمایش میگذارد. چرا که به تعبیر شهید بلخی که شعر قشنگی در این رابطه می سرایه که تأسیس کربلا نه فقط بحر ماتم است، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. اینه که کربلا تنها به خاطر بود عاطفی تشکیل نشد که همه ساله ما عزاداری کنیم و ما هم کربلا را تنها به این بود عاطفی تخصیص و انحصار داده نمیتونیم، چرا که کربلا و عاشورا، اربعین و خود امام حسین یک جهتی فرامکتبی، یک جهتی و یک بینیش فراتاریخی و فرازمانی و فرامکانی است. این لحاظ است که پیام های معرفتی، پیام های علمی، پیام های فرهنگی، پیام های اقتصادی را به نمایش میگذارد. و از آن طرف ما وقتی که پیامت ها را ببینیم، میبینیم که از جمله
نتیجه همچون اونس با قرآن در پیام امام حسین در کربلا امام حسین را مشاهده میکنیم. مبارزه با چپاولگری ها و قلدری ها را ما در کربلا و در اربعین و در زیارت اربعین مشاهده میکنیم. نرفتن زیر بار ذلت را در کربلا و در زیارت اربعین مشاهده میکنیم. همچنان مبارزه با تهاجمات فرهنگی، از جمله اگر ما پیام های هنری و خلاقانه اربعین و کربلا را در نظر بگیریم، میبینیم که از جمله همه فن بیان و مهارت های گفتاری در کربلا خیلی غلبه داره. مثلا در کربلا وقتی که امام حسین آمد خطابه ها سخنرانی ها کرد، حضرت زینب وقتی که خطابه ها انجام داد، حضرت سجاد علیه السلام، گفتار عمیق این حضرات از محتوای بلاغی و فصیحی برخوردار بود، آنچنان تأثیراتی در مردم کربلا کوفه و شام ایجاد کرد، آنقدر منقلب شد که مردم فهمید که اسرای اهل بیت امام حسین حق است و دستگاه حکومتی آن زمان باطل هست. وقتی که روش های تبلیغی و گفتاری خطیبان و سخنوران کربلا را که بررسی کنیم، میبینیم که همو خصوصیات و ویژگی های یک سخنران و مبلغ در وجود خطیبان نهفته هست. مثلا از جمله خصوصیات مهمی که یک سخنور و یک مبلغ داشته باشه اینه که از فصاحت و بلاغت گفتاری برخوردار باشه، مخاطب شناسی داشته باشه، زمان شناسی و مکان شناسی داشته باشه، همچنان از طریق برانگیختن احساسات و عواطف مستمعین و مخاطبین بیاید داشته های ذهنی خود را برای دیگران شریک بکنه. ما همین خصوصیات را در وجود خطیبان کربلا میبینیم. امام حسین علیه السلام از همون زمانی که از مکه به طرف کربلا حرکت کرد، در منازل مختلف، چی در قالب سخنرانی، چی در قالب پند و نصیحت و اندرز، هم برای همجهتان خود و هم لشکریان خود و هم برای لشکریان دشمن و مقابل خود، روش های مختلف سخنوری را به کار گرفت. اونجا بود که تأثیراتی در وجود اونها ایجاد کرد. مثلا در بین راه از لشکریان دشمن جدا می شد، می آمد به قافله امام حسین می پیوست. دلیلشی بود که امام حسین در مکان مناسب و در زمان مناسب سخنان مناسب را ارائه می داد و این نهایت معرفت و بلندی از محتویات عمیق سخنان خود را برای دیگران به نمایش می گذاشت. همچنان حضرت زینب سلام الله علیها زمانی که اسیر شد، با اسرای کاروان امام حسین آمد وارد بازار کوفه شد. اینجا مردم از هر طرف این کاروان را سنگباران میکرد، لذا حضرت زینب اینجا اول یک خطبه خوان که مردم کوفه ساکت باشد، که ما اهل بیت پیغمبر خدا هستیم، ما امام ما را، جوانان ما را در کربلا شهید کردن و این سرهایی که روی نیزه مشاهده میکنید سرهای امام و شهدا و جوانان ماست. وقتی که مردم کوفه این سخن را از حضرت زینب میشنود، منقلب میشد، نه تنها سنگ باران نمیکند بلکه احساس اینها را برمیانگیزاند، با عواطف اینها سخن میزند، اینها شروع به گریه کردن میکنه. وقتی مردم شروع به گریه کردن میکنه، حضرت زینب همینجا زمان و مکان را مناسب میبینه و سخنهایش را و داشته های ذهنیش را برای دیگران ارائه میدهد. این تمام پیامدهای عاشورا، نهضت کربلا و زیارت اربعین که ما همه پیامدها را در زیارت اربعین هم مشاهده میکنیم، ضمن از اینکه حقانیت امام حسین، پیام امام حسین و هدف امام حسین در زیارت اربعین گنجانیده شده است، برای قاتلین و کسانی که در قتل امام حسین دست داشت، حتی از طریق کمک های فکری و مخالفان امام حسین کمک کرد، برای اینها لعنت میکند و این برای ما این پیام را به نمایش میگذاره که پیرو امام حسین و مثل امام حسین در هر شرایطی نه تنها با مثل یزید بیعت نمی کند، بلکه مثل یزید را کنار گذاشته و برای مقابله با مثل یزید گام ها برمیدارد، قلم ها میزند و قدم ها میزند. اما در مجموع و خلاصه بحث این که ماهیت زیارت اربعین
در واقع هدف حرکت امام حسین، هدف قیام امام حسین و موضوعاتی که در شرایط امام حسین برجسته بود را به نمایش می‌گذارد. و اما محور دوم حضور زائران امام حسین در کربلا است که این حضور فیزیکی و این تمایل و این حرکت ها بر اساس باورمندی های قلبی و بر اساس علاقه قلبی زائران است، زائران امام حسین است که نه تنها اجبار و اکراه در کار نیست، بلکه عشق امام حسین ایجاب می کند که همه ساله میلیون ها زائر داشته باشد و در نقطه مرکزی به نام کربلا تجمع بکند. و اما محور سوم پیامدهای معرفتی زیارت اربعین هست که پیامدها و پیامهای مختلفی در هر زمینه دارد که مهمترین اونها پیامهای همچون نرفتن زیر بار ذلت هست، مقابله با زورگویی و چپاولگری هست، مقابله با تهاجمات فرهنگی هست و همچنان پیام های هنری دارد که در قسمت فن بیان و مهارت های گفتاری و بلاغی نهایت اوج و عظمتش را ما مشاهده میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.